بونجور، من مصطفی شاکی هستم و این درس شماره هفته لو فرانسه برای شماست. کومان تالیوو؟ خبیان، مرسی. احوالتون چطوره؟ خوبید؟ دیروز میدونم درسمون یکم پیچیده تر بودش، یکم کلمات زیادتری داشتیم. اصلا نترسید، توی این هفته توی درسای آینده همش رو مرور میکنیم، نگران نباشید. رسیدیم درس هفتم، باورتون میشه؟ یعنی شده یه هفته، هفتمین روزیه که داریم با هم دیگه زبان فرانسه رو میخونیم. آرزو میکنم که خیلی با انرژی شروع کنید امروز رو مثل روزهای دیگه. یعنی اصلا اول صبح اگه خیلی آدم سرخیزی هستید، اول صبح گوش بدید، با انرژی تکرار کنید. اگر هم مثل من یکم آدم سرخیزی نیستید، یکم بد اخلاقید سر صبح، بذارید یکم بگذره، سر صبح گوش ندید، چون شاید مثلا رو حسابتون راه برم، یه چایی بریزید، یه قهوه بذارید کنار دستتون، بعد تلفظ کنید. خب امروز مختص آدماییه که شیکموان. بالاخره فرانسه هم که شما بخواید برید، بالاخره یه چیز باید بخورید. چجوری باید بگیم جملاتون؟ با هم دیگه این کلمات رو یاد میگیریم. خب اولین کلمه یا اولین فعل خوردن دیگه، چه چیزی بهتر از این؟ تکرار کنید لطفا بعد از من. مانژه، مانژه، مان، مان، ژه، مانژه، manger, manger. پس این میشه خوردن. نوشیدن چی میشه؟ boire, boire, boire. خوردن، manger، نوشیدن، boire، خوردن، مانژه، بوار، نوشیدن. حالا نوشیدن خوردن، بوار، مانژه، خوردن خوردن، مانژه، مانژه. خب من بازی میکنم با خودم. کلمه بعدی که داریم بهش میرسیم کلمه همچنینه. مثلا بخواه بگیم من هم همینطور یا همچنین. من کلمه رو قبلا استفاده کردید در زبان فارسی ولی با یک معنی دیگه، لطفا تکرار کنید. اوسی، اوسی. ببین چه کلمه راحت و قشنگ و آشناییه. اوسی. حالا یه بار داشتیم که گفتیم که من اگر برای فعل استفاده نشه شکل دیگه خواهد داشت. چه شکلی بود؟ باریکلا، براو، براو همون یعنی براو، آفرین. موا اون کلمه بود. حالا میخوام بگم من هم همینطور، من هم همچنین. مثلا چی میشه؟ موا اوسی، موا اوسی. حالا شما هم همینطور چی میشه؟ وو اوسی، وو اوسی. کلمه بعدی که میخوایم بخونیم کلمه یا فعل میل داشتنه. البته در اصل کلمهش خواستنه ولی تو یک زمانی صرف شده که مؤدبانش میکنه، بعدم بهش میپردازیم. این کلمه یا این فعل رو خیلی استفاده میکنیم وقتی میخوایم از یک کسی درخواستی بکنیم. یعنی شما میرید تو بقالی، نمیرید تو فرانسه بگید من مثلا یه بطری آب بدنی میخوام، نه، مثلا بگید من یه بطری آب بدنی میل دارم، یا مثلا میتونم داشته باشم. من این کلمه رو، من این فعل رو میل داشتن ترجمهش میکنم. پس گوش بدید و تکرار کنید. Je voudrais، je voudrais، voudrais،
Je voudrais پس این میشه من میل دارم، من میخوام وقتی درخواست کنم یه چیزی رو اینو میگم. حالا میخوام بگم میل دارم که مثلا غذا بخورم. لطفا تکرار کنید. Je voudrais manger. میل دارم بنوشم. Je voudrais boire. آخرین چیزی که قرار یاد بگیریم یه چیزیه. یه چیزی نیست، یعنی همون یه چیزیه. یعنی چیز تو فرانسه تلفظ شبیه داره به انگلیسی، به فارسی. میشه توی فارسی ما میگیم چیز، توی فرانسه میگیم شوز. شوز چیز، چیز شوز، شبیه ها. شوز. حالا میخوام بگیم یه چیزی، یا مثلا همون something انگلیسی. quelque chose. تلفظش مثل همون که، مثل اسکه. quelque chose. پس این میشه یه چیز. این دیالوگو لطفا گوش بدید، مطمئنم کلی از قسمتاشو میفهمید. Bonjour Jacqueline. Bonjour Michel. Comment allez-vous? Bien, merci. Mais je voudrais manger quelque chose. Et vous? Oui, moi aussi. Je voudrais manger quelque chose. Et boire? Oui, je voudrais boire aussi quelque chose. Où? La rue Saint-Jacques, s'il vous plaît. Très bien. متوجه شدید؟ مطمئنم خیلی شو فهمیده. شاید اصلا همه شو فهمیده باشه. خب حالا بخوام میگم سلام ژاکلین، چی میگم؟ Bonjour Jacqueline. جواب میده سلام میشل. Bonjour Michel. احوالت چطوره؟ احوالتون چطوره؟ Comment allez-vous? بگید خوب، ممنون. Bien, merci. یادتونه یه کلمه بودش به معنای اما، چی بود؟ خیلی هم راحت بود. آفرین، براو. میگه اما من میل دارم یه چیزی بخورم. با من تکرار کنید. Je voudrais. یه کلمه بسیار کاربردیه در زبان فرانسه. هر جا میخواید یه چیزی رو بخواید، یه چیزی درخواست کنید یا مؤدب باشید، از این کلمه استفاده میکنید. پس این از اون کلمه ها، از اون عبارتی که باید بذارید شماره یک ذهنتون، هیچ وقت هم فراموشش نکنید. میخوام یه چیزی بخورم. Je voudrais manger quelque chose. حالا میخوام بگم و شما؟ ایوو؟ جواب بیده بله. بله چی بود؟ وی. من هم همینطور. موا اوسی. من هم همینطور. مواسی میگه میخوام یا میل دارم یه چیزی بخورم. Je voudrais manger quelque chose.
حالا اون یکی میپرسه که خانمه میپرسه مثلا دوست داری چیزی هم بنوشی، ولی خلاصش میکنه، فقط میگه مثلا و نوشیدن. و نوشیدن چی میشه؟ ابوار ابوار. جواب بده بله، وی وی دوست دارم یا میل دارم بنوشم. Je voudrais boire. Je voudrais boire. حالا میخواد بگه دوست دارم بنوشم همچنین. ما بعد اونجایی که توی قسمت قبلی استفاده کردیم بعد از موا بود. حالا اگر فعل داشته باشیم این اوسی بعد از فعلمون قرار میگیره یا بعد از مصدرمون قرار میگیره. تکرار کنید. Je voudrais boire aussi. Je voudrais boire aussi. پس این aussi کلن بعد میاد، بعد موا یا بعد فعل. میگه من هم دوست دارم چیزی بنوشم. Je voudrais boire aussi quelque chose. Je voudrais boire aussi quelque chose. حالا میگه که کجا؟ کجا یادتونه؟ او خیابون سن ژاک. خیابون یادتونه؟ مرد بود یا زن؟ آها زن بود. با چی شروع میشد؟ لا روی. خیابون سن ژاک. لا روی سن ژاک. لا روی سن ژاک. خیابون سن ژاک لطفاً. لا روی سن ژاک سیل وو پلی. La rue Saint-Jacques, s'il vous plaît. جواب میده خیلی خوب. خیلی خوب. Très bien. Très bien. دیالوگم تموم شد به همین سادگی. یه بار دیگه لطفا گوش بدید. Bonjour Jacqueline. Bonjour Michel. Comment allez-vous? Bien, merci. Mais je voudrais manger quelque chose. Et vous? Oui, moi aussi. Je voudrais manger quelque chose. Et boire? Oui, je voudrais boire aussi quelque chose. Où? La rue Saint-Jacques, s'il vous plaît. Très bien. OK. Merci. این درسمون هم تموم شد. لطفاً لطفاً همین یه بار گوش ندید. حداقل یکی دو بار دیگه گوش بدید که قشنگ تو ذهنتون بمونه، فراموشتون نشه. مراقب خودتون باشید. تا فردا. Au revoir.